بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ازبکستان پس از تصویب قانون اساسی جدید، نخستین انتخابات سراسری خود را برای تعیین نمایندگان مجلس و شوراهای شهرداری برگزار کرد. حدود 20 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در این انتخابات با نظام اکثریت و تناسب شرکت کردند و ناظران بین الملل از 50 کشور بر روند آن نظارت داشتند. دادگاه بنگلادش حکم بازداشت 17 افسر پلیس و مقام نظامی و 20 مقام دولتی قبلی به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی صادر کرد. این دادگاه در داکا اعلام کرده است که متهمان باید تا 20 نوامبر به دادگاه معرفی شوند. سفیر جدید ایتالیا در افغانستان رسیدگی به حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران افغان را محور مأموریت خود اعلام کرده است. او از دوحه فعالیت خواهد کرد و نمایندگی اتحادیه اروپا از تعیین وی به عنوان سفیر جدید استقبال کرده است. رسانه‌های محلی هند از دستور توقف مصادره زمین‌ها و املاک مسلمانان در گجرات خبر دادند. دادگاه عالی هند اجرای حکم مصادره یکی از املاک مسلمانان را متوقف کرده است. در یک ماه اخیر چندین ملک و مسجد مسلمانان به بهانه طرح‌های عمرانی مصادره شده است. عفو بین‌الملل اعلام کرده که مقامات هند 128 ملک مسلمانان را تخریب کردند. نیروهای نظامی ایران اعلام کردند که 4 تروریست مرتبط با حادثه گوهرکوه تفتان دستگیر و 4 عضو دیگر در عملیات پهپادی به هلاکت رسیدند. این حادثه به شهادت 10 نفر از نیروهای فراجا منجر شد و عملیات برای دستگیری سایر افراد متواری همچنان ادامه دارد.